سلام خدمت شما دوستان عزیز، علاقمندان به یادگیری ساز گیتار و گیتاریستای محبوب کانال گیتار ایرانی. من سجاد یگانه مافی هستم، مدرس گیتار از کانال گیتار ایرانی. جلسه 5 پیک استایل، موضوع این جلسه تقویت آکوردهای باردار، توضیح در مورد آکوردهای باردار، راهکارهای تقویت آکوردهای باردار، آیا من هم میتوانم آکوردهای باردار رو خیلی ساده و روان اجرا کنم، و تمامی سوالهایی که شما عزیزان از کانال گیتار ایرانی تا کنون پرسیدید. خب، یکی از دغدغه های گیتاریست ها اینه که چجوری بتونم آکورد باردار رو با صدای خوب اجرا کنم. آهنگ هایی که توش آکورد باردار میخوره برای من خیلی موزله. تمام این سوالات رو بنده شنیدم و امروز در خدمت شما هستم که به جواب سوالاتون بپردازم. ببینید، آکورد باردار این دوتا انگشت همانند گیره عمل می کنند. به این شکل دست قلاب بشه، عین یک گیره باید عمل کنه انگشت اول شما. حالا بهتره که این تیغه دست رو که استخون داره رو روی سیم ها قرار بدین تا صدای گیتار بهتر بشه. انگشت دومتون رو روی پرده دوم سیم سوم، انگشت سوم روی پرده سوم سیم پنجم، و انگشت چهارم روی پرده سوم سیم چهارم قرار میدین. این آکورد با نام فا ماژور هست. یکی از خوبی های آکورد های باردار این هستش که از لحاظ شکلی شباهت زیادی با هم دارن، یعنی فقط سختی این کار گرفتن انگشت باره هستش. مثلا خدمت شما عرض کنم همین شکل رو یک پرده نیم پرده بیارین جلو، یا یک خونه بیارین جلو، میشه فا دیز ماژور. شکل نوشتاریش اف هشتگ فا دیز ماژور. اگر همین رو بیارین رو پرده چهارم بگیرین میشه آکورد سول دیز ماژور جی هشتگ. خب، این سه تا آکورد رو شما یادداشت کنید که قراره با این سه تا آکورد تمرینات رو خدمت شما بگم جهت تقویت آکوردهای باردارتون. ما یک قلق بسیار ساده و حیاتی برای رفت و برگشت این آکوردها داریم. ببینید، آکوردهای باردار فقط یک قلق خاص دارن. اگر اون قلق رو شما بگیرین دیگه توی نحوه اجراش و گرفتنشون به مشکل و سختی بر نمیخورین. البته با تمرین درست میشه، نگران نباشید. خب، اولین قلقی که من میخوام خدمت شما بگم در حالت رفته، یعنی از پرده اول میخوایم بیایم تا پرده های پایین تر، آکورد فا ماژور، همونطور که گفتم فا دیز ماژور و آکورد سول دیز ماژور رو مد نظر داشته باشین. به حالت رفت یک قلق داریم، به حالت برگشت یک قلق. حتما اینجا رو دقت کنید، با دقت تمام اینجا رو گوش کنید. زمانی که ما از آکورد فا ماژور میخوایم بیایم آکورد فا دیز ماژور، یعنی یک پرده بیایم جلو، نیم پرده بیایم جلو، یک خونه، شما بدونین که انگشتی رو بردارین یا جابجا کنین، فقط همین دستاتون رو شل میکنین، بدونین که حرکتی انجام بدین، میایین پرده دوم و فشار میدین دستتون رو. از فا دیز میام به سول دیز، شل میکنم، تکون نمیدم دستی رو. یک بار دیگه فا ماژور، انگشتی تکون نمیخوره، هیچ انگشتی رو برداشته نمیشه. ببینید، شل میکنم. خواهش میکنم این تمرین رو به مراتب و بدون عجله تمرین کنین. اگر میخواین نتیجه بگیرین و برای همیشه پایان بدین به سختی های آکورد های باردارتون، بهتون توصیه میکنم که حتما این چیزی که دارم میگم رو انجام بدین. پس شد فا، شل میکنم، میام جلو، فا دیز، شل میکنم، میام جلو، سول دیز. حالا قلق برگشتنش، شما زمانی که از سول دیز برمیگردی به فا دیز باید
انگشت یکتون رو یا انگشت بارتون رو فقط بردارین، سه تا انگشت دیگه سر جای خودش میمونه. ببینید سول دیز، انگشت باره رو برمیدارم، به آرامی میام عقب‌تر و انگشت باره رو میذارم سر جاش. انگشت باره رو برمیدارم، میام عقب‌تر و آکورد باره رو میگیرم. پس تمرین شما شد فا بدون تغییر فا دیز، بدون تغییر سول دیز. انگشت برمیدارم فا دیز، انگشت برمیدارم فا. تمرین اول آکورد فا و فا دیز. این تمرین رو باید بالغ بر 500 بار تمرین کنید. فا فا دیز، فا فا دیز، فا فا دیز. ببینید فا فا دیز. دیگه نکات رو نمیگم، این انگشت برمیدارم میام. تا این استایل رو درست نکردین تمرین بعدی رو انجام ندید. تمرین بعدی از فا میریم به سول دیز. فا سول دیز، فا سول دیز، فا سول دیز. تمرین آخر فا فا دیز سول دیز، فا دیز فا. ببینید فا فا دیز سول دیز فا دیز فا. این سه تا آکوردی رو که خدمت شما عرض کردم، شما باید حداقل 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 3 هفته تمرین کنید. من تایم تمرینشم به شما همیشه سعی میکنم بگم که شما بدونین اصلا چقدر پیک زمانی داره تا این آکوردها بیا توی دستتون. پس این سه تا آکورد کلن تا اینجایی که توضیح دادم خدمت شما مستلزم اینه که شما 21 روز به صورت مرتب 1 ساعت تایم براش بذارین. یه آکورد باردار دیگه هم خدمت شما عرض میکنم که میخوام یک آهنگی رو برای شما مثال بزنم که جذابیت این تمرین برای شما بره بالاتر و این تمرین رو کاملا خوب یاد بگیرین. آکورد لا دیز مینور، ای هشتک ام کوچیک. انگشت اول روی پرده اول باره دار، انگشت دوم روی سیم دوم پرده دوم، انگشت سوم روی پرده سوم سیم چهارم و انگشت چهارم روی پرده سوم سیم دوم با این صدا. پس شد 4 تا آکورد باره دار: لا دیز مینور، فا ماژور، فا دیز ماژور و سول دیز ماژور. یه ریتم ساده میخوام خدمت شما آموزش بدم که این آهنگ رو بتونین با این آکوردها بزنین. ریتم 6 و 8 کرشمه 4 تا حرکت داره. ببینید بیس از بالا، سول از بالا، بیس از بالا، سول از بالا. سول اول رو سعی کنین با اشوه و کرشمه بزنین. ببینید بیس سولو، بیس سولو میشه 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. آکورد فا ماژور رو بگیرم، پشت سر هم یکم سریع‌تر. خدمت شما عرض کنم که آهنگ برکه از حسن شمایزاده رو برای شما اجرا میکنم با این آکوردها تا ببینید که با همین آکوردها میتونین آهنگ بزنین و این آکوردها رو در کنارش تقویت کنین. بریم برای اجرا. عکس گل امیدم افتاده بود رو برکه، قهرت پرپرش کرد حالا یک یک تو برکه، ماهی یا عشق میریزن چک 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 تو برکه، ماهی یا عشق میریزن چک 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 تو برکه. حالا لادیز مینور. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم، وقتی غریب با من با کی بگردم، من با کی بگردم. تو اگه با من قهری من که آشتیم گله گله هر شهری، عمری کاشتیم اگه بری از پیشم، باز دوست دارم دوباره فدات میشم 100 هزار بارم، دوباره فدات میشم 100 هزار بارم. امیدوارم
امیدوارم که این جلسه هم با تمامی مطالبش برای شما ارزنده و مفید بوده باشه. دوستتون داریم.